برو بابا تو سام داش نصرالله. اوه قاسم ولد چمو سلام جردم. به 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 خب پسر کی آمدی؟ نیشان ما با حواش بت سخته حال اومدی. خیلی با اشتها غذا میخوری، انگار هیچی نخوردی. گل یا پوچ؟ گل یا پوچ؟ پوچ گله. الله اکبر، هیچ توفیری نکردی، همون قسم سیاهی که بودی هستی. دندونه میگم بیا اون دست بابام، والا من خجالت تو میکشم. حقش بود، این چند ماه که زندان بودی یه توک پاس را بار می کردم. آخر تو بالای من رفتی زندان. برای تو داشتن تو اصلا حرفشم ندن، عطی بود گذشت. خب بگو بینم حالا وضع خودت چه ریختیه؟ بد، خیلی سخت میگیرن. لابد شنفتی قچقچی را گر و گر اعدام میکنن. راستش ما هم ترسیدیم، همون خرد فروشی رو کنار گذاشتیم. جا زده درسته بابام، به ترس و لرزش نمیارزید. تازه این مدتی که تو نبودی چی بود؟ ریخت دو دفعه ریختن اینجا را زیر رو کنیم. حساب کنیم سر همین پنج داری، گل یا پوچ؟ والا پوچ پوچ پوچ. بابام داشت نصرالله هنوزم گله. ای 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 به پا تو سرت نخوره. گل یا پوچ؟ گله. پوچه. Ha 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 ha!
داداش قاسم گل، سلام نوکرتم. تو کجایی بسر؟ تو ازت خبری نیست، تو کرتم تو کتا روغلی نکن یه سادی چی گل کردم مرگه چیونه؟ چی گل کردی؟ باشه دست بهت نمیزنم. دنیا رو بهم میدادن اینقدر خوشحال نمیشدم. عباس دلم خیلی واسه تنگ شده بود. قربونت برم، منم همینجور. خب بسن تعریفی چی واسه داری ها؟ هیچ، شد 8 دفعه زندونی مو میگم. خیلی طول کشی. آی پسر یه چای تمیز ورده بیا. خب تعریف کن ببینم. تعریف ها که همش پیش توه پسر. تو بگو ببینم دون که دست کیه. والا قابل تعریف که چیزی نیست. آه. فقط تازگی ها گل خانوم یه تیکه دست اول برده که مرگست. جونه من سوادم داره، باری وقتا مرسی هم میگه. میشه خودمون بمونه گلوش میشه ما. آره پریشبا یه جفت جوراب خجالتمون داد، دیشب هم واسم فال حافظ گرفت. باز چاخان کردی؟ چاخان کدومه؟ دوز حاضر و بوز حاضر، بزن بریم. ولی رو کجا میشه دید؟ تو هنوز تو فکر اون نامردی. تمام شهر میدونن اون ناکس لود داد، وگرنه تو آدمی نبودی که گیر بیافتی. واسه همون نامردیشه که میخوام ببینمش. آقا قاسم تو بگذر بابا. گذشت مال بابا بزرگاست. گل یه پوچ. گله پوچ. از این حرفا بگذاریم، اگه بخوای امشب میریم سراغ گل خانم. حالا کوتا شب. هفت هم نخوندم. پنج هم نخوندم. هفت و پنج آقا شیرین خوندیم. آره بازه بردی. بخ بخ قاسم آقای گل، بفرما خوش اومدی. اومدم بزنمت، اونم به قصد کشت. قاسم راجب اون موضوع تو بد فکر میکنی، بگی بری. آخه چه ریختی میشه من تو رو لو بدم؟ ما صد دفعه با هم عرق خوردیم، تو رفیق من بودی، الانشم هستی. اما تو نارفیقی کردی. ناکرتم قاسم، حالا صلوات برفرست. کاریه که تمام شده داداش. قاسم من هیچی تمام نشده. من 8 دفعه عبسه کشیدم، اما هیچ دفعه به قد این آخری که این ناکس منو لو داد بهم زور نشست. من لو دادم. دادی؟ دادم که دادم. تو را به جهت بدم که لو دادم چمت. قاسم بسته دیگه نزنش. بندازمت پایین. نه قاسم، مرگ ما دست بردار، تو تازه از زندون مرخص شدی. حیف شد دیگه، نمیخوام دوباره برگردم. بریم. دختره آجی برنجی، زری خوشگله.
نه بابا عجب بزرگ شده دختر اینه بوده این کده تنبله چشم بداری چنار شده لاغاز همیشه جشن این ماهی زری خوشتنه آی پری پری سبزه اینقدر نکن غمزه وقتی تو میندازی بالا و میندازی پایین این هوا جون میده واسه دوا خوری بسن من یه تو خنده که بلا ته نداره بسن همین الان یه پنج سیری کوف کردی قصه دارم جونت آی پری پری سبزه اینقدر نکن غمزه ای بقیه شو برسون قاسم کجای کاری انگار حواست نیست حکرم نکنه دلتو تو میایدون جا گذاشتی ها که تو خیال این حرف هاست بس تو خیال چیه آرتیست شدم من 8 ماه عرفه کشیدم و بعدم یه کله کوبیدم اومدم اینجا به عشق چی کی قاچاق که نتا قمارم که مفازه سابق سوار کارن و رفتن سر کارخونه ماشین سازی پا من حالا چی کارم راستی من چی کارم اینجاست که شاعر میگه پری پری سبزه اینقدر نکن غمزه نکنه دره وازه بح بح قاسم آقای گل چه عجب از این برا حبس بودیم خوشگله میاین تو بارون گره گل خانم شد 8 دفعه زندونه میگه سره بیاین تو درو پیش کنیم مرگ من دیدی چرفتی بهم نگاه میکرد بخص برداره عباس تو که تو اتاق نبودی واسه هم گرگه میکرد آخه ما قطعه چطه بی حسل هم عباس تو هم که بی حسلی گیت قطعه سو قطعه باده داخونم عباس دلش باید کسی یه شنگ واسه بکنم دلت باشه های پری پری سبزه بلکن سام با این شرکان تو امونی کشتی ما رو زری جون سلام سلام نازیکا جون میبرم خونه عمم انشالله قبول بشه خدا بچو قاسم سیاه زندون آزاد شده با مگه تو دیدیش آره زوری داشتم واسه عمه خانم اینا نظری میبردم سر کوچه یه ها اومد تو سینم یه خود اذیتم کرد وای تو هیچی بهش نگفتی مزاحم که نشد خب بیچاره اونم دل داره دیگه اونجور هم که میگن آدم بدی نیست وا دیگه چی؟ به خدا اگه یه روزی جلوی منو بگیره همچی میخوابونم تو گوشش که برق از چشماش بپره فرس سلام
سلام. سلام به روی ماهت مادر عزیزت خونه‌ی سر نمازه. اومدم ببینم فردا صبح رخت مخت دارین بیام بشورم یا نه. ولی من نمیدونم، از عزیزم بپرس. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چشمم کفات روز به روز خوشگلتر و قشنگتر میشی. مرسی اختر خانه. الهی هرچی دختر سر به هوای فدای سرت بشه. یادون باشه شب برات اسفند دود کنم. مادر نمدونی چشم مردم چی چی. خودتو جمع کن. واه با چه پرچونه است. زره جون تو خونتون روش ندی، نمیدونی مردم پای سرش چیا میگن. نه بابا بیچاره زن مهربونی. آه از اون آبزیر کاهاست که نگو و نپرس. نه بابا زن خوش زبونیه. ای بابا بچه آجونم تا من نجده برم تو. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام. 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 یالله چادرت شب اینو کفن کردی، یه دفعه دیگه اون چادر رو باب کن و ببن. قربونت برم. عریس ننم کجا میری؟ قربونت برم الهی جانم. به نظر جو قربونت شب الهی چه لعبتی. الهی خانم پیش مرگت بشن. بیا بده برسونمه. بیا بالا یواش خاریدم این بیار زمین. الان میاد دام بله باشه بینا. چه؟ قابله نداره. چه؟ باز چی بزنی؟ تره بیشنی؟ باز چی بزنی؟ باز چی بزنی؟ باز باز چی بزنی؟ باید چونه دختر؟ چونه لش؟ آی بچه ننه وایسا ده وایسا ده مرد وایسا زم فرار میکنه. باده چرخش آره خاری میکنم تا دیگه حوست نکنه دنبال دختر من هم میاد. مرسی. گفت مرسی قربون و مرسی گفتنت. فکر کی؟ خاطر خواه شدم عباس. این که اعضا نداره. قاسم سیاه باز دری خوشگله دختر حاجی برنجی. خیلی راست عباس، خیلی راست. باز یه فکری کرد. سلام نوش. یعنی میشه یه جوری دری به تخته بخوره ما هم یه روزی سر و سامون بگیریم. خدا رو چه دیدی؟ بذار تصدیقمو بگیرم. قاسم جون
به مود قسم این بار تموم گردنه کرموشه خودم یه تنه پشت فرمون بودم. باز چخان؟ چخان کدومه؟ جون خودت این حقیقت معلوم شد 100% چخانه. به قول یارو بلکم 150%. حالا میخوای با دختره چیکار کنی؟ فکریم. ای بابا وللش، ما رو چه به عشق و عاشقی، تازه به قول خودت با همم جور نیستیم. ترون که بودم تو کاف کریستال یه زن میرخصید از اون مامانی هاش، حسابی هم پول دار، صورت اینه و پنجه آفتاب، برو پاچه اینه و بر قد نگو سه نوبر. و یه نگاه خاطر خام شد قاسه، گریه و زاری که بیگیرمش، دفلک تو مذهب قال گذاشتم. دفعه پیش که تهرون بودم فهمیدم که به خاطر ما تریاک خورده با خلق. عباس مرگ مادرت بس کن دیگه، تو کنترلت قاطی پاتی نمیشه پسر. نازی تو برم چه خیرت بابام، چرا صبحونت نمیخوری؟ داشت نصرالله چاییت برسه الان. گل یا پوچ چته؟ آروم شدی؟ سینه کش آفتاب کس کردی؟ بگو کرکو پرت ریخته و خلاصم کن. ببینم نکنه گردید کردن. برو بابا دلت خوشه.
داشت نصر الله قربون دست چایی تازه دم بشه. بیا تازه دم تازه دم تازه اول صبح چی تازه؟ خب چه خبر کامل اخبار؟ هیچی سلامتی دوستان. اگر تو نباشی معلوم نیست تکلیف جوون های این شهر چی میشه. روزی چند تا کاغذ رد میکنی؟ میذاری چایین بخورم. خب جوونن دیگه. تو که این همه تو این خونه و اون خونه سر میزنی، خب یکی هم واسه یه مد دست و پا بکن دکتر. از تو دیگه گذشته، من تو دیگه آفتاب لب بومی. اون موقع که ما تو اهواز شلتق میکردیم تو کجا بودی؟ خوبه خوبه جوونیات هم دیدم. چی شد مرا قابل دونستی؟ باشو بیا تو میگم. ها چیه؟ تو دختر حاجی برنجی رو میشنستی؟ بله خودم بزرگش کردم. ماشالله حالا چی شد؟ پنجه آفتاب. میتونی یه پیغام بهش برسونی؟ بعدم باز دمتو میبینم. بهش بگو امرو بعد از ظهر پای آبشار منتظرشم. بهش بگو کار خیلی مهمی باش دارم. اگه باباش بفهمد چی که بزرگت گوشه تها خیالش. از ما گفتن. از ما نشنفتن. پنیش تومن، اینم هفت تومن و اینم نه تومن. خدا بده برکت. میگم میخو دوست دارم زری. اینو عباس شاه خانم میدونه. نه اینجوری خیتی. بهش میگم ما خاکتیم. نه بابا خاکتیم چیه؟ باز یه چیز قلمبه، یه چیز عشقی بهش بگم که کیف کنم. بهش میگم که نوکرت زری. منو که میبینی پاک نوکرتم. نه این ریختی بده. اول بسم الله که با بدم سوارم میشه. خدای پا چی برش بگم؟ الان میاد یک کلم نتونستم عبر کنم. بهش میگم که زری میخوام بگیرم. زنم میشی، وصله تنم میشی. خب ای گفت نه چی؟ مصابه تو شد. چرا سواددار نشدم خدایا؟ آخه چرا من سوادر نشدم؟ تو کلم یاد نگرفتم که امروز مثل خر تو گیر گیر نکنم. ما خودت حرف میزنی؟ پسر من دیوونه شدی؟ بابا منتظرشم. چی؟ منتظرشی؟ من دیدمش داشت میرفت همون. باز چه خواهم؟ جون تو راست میگم، رفت همون. بی خود منتظرش نبا. یعنی پیشش انقدر گربه منظرت نشتیم که یه توت پا بیاد اینجا؟ شاید نتونسته، شاید هم اقدس پیغونه تو نرسونده. نرسونده برو دمه همون. پس چرا باید سودی رابی کنیم؟ باری بری یاره میریم عباس، اما روم نمیشه. جونه تو یه ساته دارم با خودم کلنجار میرم. مرگه تو نتونستم چند تا کلمه یه دست گله هم کنم. یه گلس که بزنین رو دوا میشه. با تموم خنگیت اینو راست گفته. تا دمه همون برسیم و یه پنج سیلی کارش میکنم. هلی خب حالا باشتو با هم میریم. ندو ببین نمیدونم چی بگم عباس. یعنی تو میگی منو دست ننداخته؟ والا خودت باست بهتر بدونی. جون تو خودش بهم خندید. اونا با چه نازی بعدش هم گفت مرسی. تو ساکت یه چم تو بگو دیگه. اون که میگه همه باشه اصلا چاخانت بگو. یکی بونم زود باش. یه روز تهران که بودم لوله لور سر من با یه فال گردو داشتم عشق میکردم که یه ها یه ماشین قرمز کروگی جلو پام ریشی ترمز کرد. بسر جات خالی پشت درمون یه تیکه از اون ماماناش اینجا ماه چهارده به هم چشمنگ گفت میان مام از خدا خواسته رفتیم بقل دست رفتی بالا بگو رفتیم کجا؟ کجا؟ یه راست خونه ترم مرگ مهتم میزونی؟ میزونه میزون ما چشتم من ببم مک خدر خودم هم ببم ما از زری جون میخوامت خیلی. آخه چیکار کنم باورت نمیشه. میخوام بیام خواستگاریت. میخوام زنم بشی خانوم.
دارم میام تو خط. بس تو از چی میترسی؟ من خودم همه چی رو بهش میگم. با بگیم اینم بابا مستم کردی. قاسم اومه بابا زری سلام. چرا گرفتی نشستی؟ پاش برو دنباله. برو بابا تون. اومد بیرون از هم اومده یه کاری بکنده. پاشه بیا ببینم. بابا بخون. عجب آدم دست با چلوفتی هستی والا. بیا بینم. بیا. تو بیا کارید نباشه. نمیخوام. بیا. ده برو داره میره. برو یه چیزی بهش بگو. ده برو دی. ده برو دیگه. سری من دوست دارم، میخوام بیام خواستگاریت. میدونم که با هم دیگه جور نیستی، تو سواد داری، من نهیرم. تو بابات حاجیه، من اصلا بابا نهیرم. اما با همه اینا دوست دارم سری. مرسی. اگه راضی باشی میام خواستگاری با داش نصرالله. میام غیر ممکنه. باست ممکنه شدی که اختیاری من دست خودم نیست. اگه تو بخوایی مجبورشون میکنم، داغونشون میکنم. کاری مهمی که اقدس میگفت همین بود. بله تو فکراتو بکن. من فکری ندارم بکنم، نمیتونم حتی حرفشم به عزیزم بزن. اگه آقا چونم بدونه که با تو کوچه حرف زدم منو میکشه. خداحافظ. باسم سیا تاره هرچی خواسته شده. من 8 دفعه حبسی کشیدم. زری باز دنم بشی. خوب فکراتو بکن، فردا باز جواب هم بدی. زری مگه نمیای شام بخوری؟ دیگر ما سرها رو با گذاشته بچه ها میرن. بوش کاش
آبو بدونم. فردا بگو و فردا آبیزون کنن. خیلی خوب. بشه. اگه تو گشنه نیست دخترم. زری جون، آقا جونت ساعت دیده پنجشنبه خوبه. آقا مصطفی کبرا خانوم میگفت یه هفته مرخصی گرفته. انشالله پنجشنبه عقدت میکنیم. بعدش هم به سلامتی میری سر خونه و زندگیت. آره امی جون راست میگه. عزیز، آقا مصطفی. آقا مصطفی چیه ننه؟ نمیدونم. بسم الله. چیزه مثل جوان های امروزی قرارت وایی نید این شده ای دختر هماسیه مصطفی درخشان چند وقتی که میشه لیسانسیه. آره ننه، کبرا خانوم میگفت قراره بفرسنش خارج. از اون گذشته، پسر برادرمه، از خودمونم. آخه من هیچ وقت مصطفی رو جدی نگرفتم. تو چه حرفای قلمبه سلمبه ای میزنی؟ جدی نگرفتم چیه؟ اینا همش مال این مجله ها و رمان هست که میگیره میخونه؟ یعنی یه همش زیادیه، یعنی ورد زیادیه. بچه رو حرف بزرگترش حرف نمیزنیم. با همه جو جاست میگه، حرف بابا ننه تو گوش کن. میگم نکنه اقرس باز تیغت زده باشه. نه بابا، گفتش بناس امروز بیاد زیارت. آخه بناس جوابمو بده. میگم بابا اصلا ولش، پاشو بریم خونه گل خانم. به این معرفت ما قراره عیالمند بشیم. خب ما هم میشیم. میگم نظرت چیه؟ با یکی از اون آرتیستاش عرضی دارم. میگم سنگل فاتح خون. بسم الله رحمتش کن. بسم الله بسم الله شنه کن. بسم الله رحمت سری. بسم الله رحمت. هی سری چی شد؟ میگم که تو میگه چی میگه؟ نری تو گناه داره. فکراتو کردی؟ حتی جرأت نکردم حرفشو بزنم. آخه چرا؟ زری باورت نمیشه، اما راست راستی دوستت دارم. بی خوده قاسمی، حرفا بی خوده. من از بچگیم نافبری پسرمون بودم. پنجشنبه هم قراره عقدم کنم. تصدق پنجشنبه عقدش میکنم. عباس دیگه هیچ راهی نمونده الا اینکه بدوزمش.
جدی میگی قاسم؟ آره به امام اشتم میدازمش. عباس تو میتونی کلامین ارباب تو یه شب کش بری؟ قاطی نکردی قاسم؟ اگه بتونی کار تمومه و این عباس دری از دستم میره. حالا عرق تو بخور. اگه تو قول بدی عباس نصف کار تمومه، از این شهر میبرمش، میبرمش تهران، همونجا هم عروسی میکنیم، بعدش هم مثل بچه آدم میرم سر کار و زندگی. عباس میخوامش. تصدق یه روز تو میدون شوش بار میزدم، یه ها چشم افتاد به یه دختر از اون مینی جوغی های سالا، داشت از پنجره اتاقش دیدم میزن، همچین که چشمم بهش افتاد بهم اشاره کرد، مام از خدا خواسته رفتم سراغش. نمیدونی چه عشقی کرد، دختره تنش بو گلاب میدم، انگار تو حوض شیر خودش شسته، از زلفاش بوی یاس می اومد، از اون پول داره بود. خلاصه دختر خاطر خام شد. بسه تو هنگ نمیگیری اینقدر چاخان میکنی؟ چه کنیم زندگی چاخانه جونتا تصدق. باشو باشو زین کن بریم اینم. کجا؟ باس به فکر ماشین باشیم بچه. عباست که نمرده قاسه، ای گفتم نه واسه اینه که نمیخواستم اینجا بری، راستش میخواستم فراموشش کنی، حالا که خاطرشو انقدر میخوای پس هر چی رو که تو دوست داری عشق است. تصدق نوس. پدر یه چیزی بزن که توش غم نداشته باشه. بیغم باشی چش نه جان قاسم اصلا حرفشم نزد، تو به خیال تا کش کرد جان تو نمیشه. از دست مرگ قاسم اینقدر نه نگو، آخه چرا نمیفهمی؟ گره کار من به دست تو وا میشه. آخه که تو میگی مسئولیت دارم، راستش من میترسم. چه ترسی؟ تو فقط گوش میخوابونی، همچی که خونه خلوت شد و دری تنها شد من خبر میکنی؟ بلکن تا قیامت هم دری تنها شد، فردا تنها شد. آخه گوش ننوشتن که چه روزی تنها میشه. تو باس نقشه بکشی اون بتونی یه جوری چانها بشه زن. والا یه جور نقشه ها خرج برمیداره. چقدر میشه؟ هر روزش میکنه به عبارت. خیلی خوب فهمیدم، بیا فعلا اینو داشته باش بگیر. بازم دمتو میبینم جانتو. همش وعده جون قاسم، گفتم این دفعه روشن روشنت میکنم، فهمیدی؟ خوش خبر بشی به امید خدا. هی بودش به ما. آقا خدا، آقا منو خدا، خدا حافظ. هی بابام چاییت؟ امروز چند شنبه هست؟ یک شنبه. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، قسم تو چیت شدی بابام؟ خیلی توفیر کردی. چیزی نیست، چیزی نیست. چرا؟ تو اون قسم همیشگی نیستی. سمت خرگوش و محسن چپ دست صبحی سراغت می گرفتن، می گفتن دورو بر اون هم دیگه افتبی نمیشی. راستش دیگه از اونجور کارا خسته شدم، قمار و دل دزدیرم خوش نیرم، میخوام اقبالم رو امتحان کنم. میدونی داشت نصرالله، شایدم یکی دو روز دیگه واسه همیشه این ولایت رفتم. از این ولایت رفتی؟ کجا؟ نمیدونم، میرم یه جایی که کسی قاسم سیاه رو نشناسه، میخوام کار کنم و نون حلال بخورم. زنده باشی، زنده باشی بابام. آره امروز باز زحمت کشید و نون خورد،
راستی بچه هم میگفتن دیروز عصر دم و پل دیدنت با اختس حرف میزدی. خب بابام قضیه چی بوده؟ بلا راستیش میخواستم اینم به شما بگم. من میخوام زن بگیرم. آه مبارک هست، دیگر چی از این بهتر؟ راستش میخواستم شما پا پیش بذارین و برین خواستگاری. آخه شما بزرگتر ما این. بابام من که حرفی ندارم، با مشتی خانم میریم و دست دختر رو میگیریم میگذاریم توی دستت. مرسی. خب حالا عیال دختر کیه؟ اشکالش همینجاست، دختر آجی برنجیه. چی؟ مگر مغز خر خوردی بابام؟ چرا پرت و پله میگی؟ تمام بچه تاجرهای درجه یک شهر منت دخترش رو میکشن، جخ حجی سنگ میندازه جلوی پاشون. همه اینا رو میدونم بابا. خب پس از شما هیچ کاری ساخته نیست ولی؟ الله اکبر. بابام قاسم تو هر دختری که بگی روی چشمم دست بالا میکنم، اما این یکی رستی رستی خنده داره. میخوای مردم به ریش ما بخندن؟ از این فکر دست وردار بابام. صداشم در نیار که حاجی برنجی از اون بد پیله هست، یک حدیدی کلک وسط سوار کرد. حرف من پیره مرد گوش کن، هرچی یک پیرهن بیشتر است تو تیکه میدوستنش. خدا از توی آسمونا گوش بده. هی قاسم بابا تو کجایی؟ شهر رو دنبالت زیر و رو کردم. چیه؟ اقرس اومده اون سراغ. خب گفت امشب مادر زری میره خونه لیلا خانم خیاط پیرهنشو اندازه بگیره. حاجی و زری تو خونه تنها هست. وقتی حاجی خونه است میشه کاری کرد؟ خب حاجی رو یه جوری دکش میکنیم. چه جوری؟ اصلا چه جوری؟ پیدا کردم. حاجی رو به قصد کشت میزنیم. بابا شست پات. راست میگی سر صدا میشه. میگم راستی چطوره که آخه بذار منو گردن شکستم یه ذره فکر کنم. فکر کن بابا فکر کن. پیداش کردم. بری بری. زری ببین که رفتم آقا جون رفتم. خدای بزاری. سلام حاج آقا هستم. سلام. بگم کیه؟ حاج آقا در حجتشون واش شده، او وقت پاسمان و پست منو فرستاده خبر بدم. بذارین خودم بیام بهشون حالی کنم. ببخشید. چه خبره؟ زری؟ بله. زری؟ بله. کی بود؟ این آقا. سلام آج آقا. سلام چیه؟ در حجرتون وازه، اون وقت پاسمان و پست منم فرستاده که خبرتون کنم. ای بشکنه گردن جلیل، ببینم چیزی هم بردن؟ والا چه عرض کنم؟ ای خدا چیزی نبرده باشن، همیشه گفت میکردم. با اجازه. در حجرتون بازه او وقت بکه
چی شد؟ تموم شد. تمومه؟ تمومه. بودو بیا. یه رو وقت داریم کارو تموم کنیم. بدو بیان سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. روشن کن. زود باش. زود باش. هل خبر بس بس شوت عجیبه والله که قفلمه. یکی آمد بهم گفت چه نشستی که مغازت رو دوست داده. خودم رسوندم خبری نیست. مغازه که بسته است. حاج آقا حتما سر به سرت گذاشتن. اونم قفله. بفرمین برین. خب مطمئن این قفله؟ بله. خداحافظ. قربون شما. کارتم قاسم ان شاء الله به پای هم پیر بشی. عباس چخان همیشه یادت میکنم. سر من بیاری؟ فکر میکنی هر بلایی که بخوای میتونی سر من در بیاری؟ هیچی هیچ بلایی نمیخوام سرت بیارم. ما با هم اینجا میریم تهران. میخوام با عروسی کنم. به همین آسونی؟ همین فردا صبح آقا جونم و فامیلم پیدامون میکنن. خیال میکنی اونا دست بر میدارن؟ نه خیر، الان پلیس خبر کردن. قول میدم از اینجا نرفته بگیرنت. بیا بکش. سرما میخوری؟ سرما میخوری؟ لجبازی نکن، سرما میخوری.
تو با چی هم میترسی؟ به خدا من هیچ کاریت ندارم. امشب ماشین گیرمون میاد یا نه؟ فکر نمیکنم که این وقت شب ماشین گیرتون بیاد. جا داری به ما بدی بخوابیم؟ چرا که نداری؟ بفرمایید تو. صبح ماشین فراوونه. واسه خواب فقط همین یه دست رخت خواب داره. عیبی نداره. عوضش جاش دنجه. خاطرتون از هر لحاظ جمع باشه. شم خوردین؟ آره خوردین. آها. ببخشید. اگه به خوردنی چیزی احتیاج داشتین بیاین خبرم. خیلی خوب. تو رو اون کسی که دوست داری منو برگردون. زری من اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. پس چرا این کارو کردی؟ کدوم کار؟ همین که یه دختر رو دزدیدی. این آخرین دزدیه. تو آدم عوض بشوی نیستی. من عوض شدم زرین. قبول دارم که یه آدم بی سر و پا و قمارباز و یه آدم مزخرف به تمام معنا بودم، اما حالا دیگه نیستم. همین که رسیدیم تهران دیگه راست میبرمت محضر و تو زنم میشی. بعد میرم دنبال کار، یه کار حسابی. اون وقت زندگی خوبی رو با هم میگذرم. بچه دار میشه، بچه های قد و نیم قد. زور که میشه تو یه کور رخش هستی و منتظر منی. منم از سر کار که برمیگردم، تو یه دستم نونه، تو این دستم کاست ماسه. میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم. بچه همون بزرگ میشه، منو تا پیر میشه. وقت نکن آقا میتی گل، تو نمیری سر روزید رسید. خبری هم وای چه خبری، به به قیامت تو نمیری. برو بریم تو بینا. پیش پای تو یه جوون و یه دختر از من جا خواستن، بردمشون تو. از حرفاشون فهمیدم که پسر دختره رو بلند کرده. دخترم مثل یه تیکه ماهه. جونتو میخواستم رد شم، دیدم چراغت روشنه، گفتم یه سریم به شاطر بزنم. بس بس ها جوره جوره. چه جورم؟ دختره چیز نابی. بیا بیا. نگاه کن. Shh.
شاتر عجب تیکه نابیه، انگار دومیم به خمره زدی. با نمیره فوله فوله. پس دیگه معطلش نکن، قول میدم پسره از ترسش هیچی نگه، اگرم جیک بزنه ها خودم حسابشو میرسم. قربون تو برو. بیا برو بیرون. بلم کن چه صحبت بلش کن بلم کن که همیشه شکر خدا هیچی تو دستگاهش نیست. داشت بی خودی میری، نه قضا داره نه جا جنسه. چی گفتی؟ هیچی به شاگردم گفتم به جایشون یه بارکی ناش داره تو ششتر میتاریم. دیگه همه چی تموم شد. حالا دیگه من آدم کشتم. پام برسه به تهرون، دست پلیس که به این برسه، دیگه برو بگه سرم گله داره. تو آزاد شدی داره. صبح برای وقت با یه ماشین خاطر جمع میفرستم پیش پدر مادر. من میخواستم با تو زندگی بسازم اما نشد. خب رو پیشونی ما میجوری من باشم میمونم قاسم برای همیشه. تو اینو جدی میگی زری؟ آره خیلی هم جدی. نوکرتم اما زری دیر شده، خوش ندارم تو پاسوز من بشی. من نقشه دیگه ای داشتم، میخواستم خوشبختت کنم، میخواستم. خب
قسمت این بود. دیگه نمیتونیم با هم باشیم. تو همونطور که از خونت اومدی همونطورم برمیگردی. من بی تو بر نمیگردم قاسم. من دیگه تو رو تنها نمیذارم. دوست دارم. فلاج. شاید این آخرین ساعتی باشه که ما هم هستیم. هیچی نگو قاسم. دوباره بالا رو بگرد. تا هم زیرش بگرد. بله سر. بفرم. سفر بخیر. بیا پایین ببینم. شش خور برم. کنار. بله جام سرمان، تنهایی تنها. دنبال چی میگردین؟ دنبال قشاق میگردین. بری سر اون ماشین. چشم خوبه. اولین شانس زندگی بود. زری تو شانس منی.
از شانست همیشه باهاتی. میترسم، خیلی میترسم. برای اولین بار تو عمرم وحشت دارم. همه چیز درست میشه. این که گازویل تمام شد. حالا چی کار کنی؟ اونه؟ آره قربت. بیا تو تا حالات مسافرخونه زندگی نکردی، میدونم بهت سخت میگذره. عیبی نداره. فردا میرم دنبال کار، بعدش هم یه خونه میگیریم و از اینجا میریم. خوب شد مثل مسافر خونه های دیگه ایراد نگرفت. آخه اینجا مسافر خونه پرتیه، فکر نمی کنم کسی بیاد سراغم. باید خیلی مواظب باشی وقتی دنبال کار میکردی نشناسنت. قصهش نخور، تهران دریاست، تازه با یه عینک و کلاه همه چی درست میشه. زری هیچ رایی نمونده الا اینکه تو برگردی. نه، همه جا رو زیر پا گذاشتم، ازم چیزایی خواستن که هیچ وقت نداشتم، سوء سابقه، معافی، دیپلم، زامن، تازه پلیسم همه جا دنبالمه.
بری، چاره ای نمونده الا اینکه منو ول کنی یا بری. نه فکر کنی ازت زده شدم، نه، تا روز قیامت هم دوست دارم، اینو راست میگم زری. اما حالا وضع جوریه که نمیخوام تو پاسوز من بشی. زری من دارم نفله میشم، برگرد خونت، بعدش هم با پسرمون یا با هر کی که دلت میخواد عروسی کن. زری ما با هم خوشبخت نمیشیم. یعنی نمیست من پاپی تو میشدم، اما خوب چیکار کنم، کار دل. آب خوردن نیوردم. داره باز خاطر من خودشو از بین میبره. تازه اگه بعدش هم منو بگیره دیگه واسه برگشتن دیر شده. میرم سیگار بخرم، الان زود برمیگرم. زود بیا، نیمرو یخ میکنه. زری چرا واسه اینجوری میشود؟ چرا من یه آدم دیگه ای به دنیا نیومدم؟ همه چی تمام شد، همه چی، همه چی درست میشه قاسم، همه چی. یه جغل بچه که بودم، نه کسی رو داشتم، نه هیچ جا جام بود. شب و روزایی نکبتی داشتم، حسرت یه لقمه نون، یه پول سیاه به دلم مونده بود. وقتی که بزرگ شدم خواستم اسم در کنم، خواستم تلافی تمام در به دریا و تو سریایی که خورده بودم در بیارم. قمار میکردم، دعوا را میندختم و قاچاق میبردم، محله رو قروق میکردم و همش میخواستم یه ریختی سر زبونا بیافتم و همه قاسم سیاهو بشنسم. هم.
عباس چخان شرط بسته بودم که بالاخره یه روزی یه کسی میشم. زری من عوضه گنده شدن رو داشتم مگه نه؟ تازه خیال داشتم دارم تو این استودیو موستودیو آرتیست بشم که تو ناغافل پیدا شد. خندت کار خودشو کرد. اون وقت خواستم آدم دیگه‌ای بشم و کار کنم و شبا با دست پر بیام خونه، اما بعدش اینه که آدم باز همون جور بیمیره که به دنیا میاد. بیا نهارتو بخور، این حرفا چیه که میزنی؟ قاسم پای پنجره آژان وایساده، پلیس فهمیده تو اینجایی. بیا از اینجا بریم قاسم، دوری مسافرخونه رو گرفتن، الان میان بالا، به خدا میخوان تو رو بگیرن. تو مثل این که اصلا عین خیالت نیست، الان میان بالا میگیرنت قاسم. Thank you.
خدا آه ای خدا از توی آسمونا گوش بده که میخوام حرف بزنم واسه یه روزم شد واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو ای خدا خودت بگو